سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون. راجع به ساب کوئری جلسه قبلی صحبت کردیم، بریم سراغ چند تا مثال دیگه. خب فرض کنید من یه مسئله‌ای دارم، اجازه بدید. خب اول جدول ارده رو ببینیم و جدول مثلا برند. ببینیم تو این دو تا چی داریم. خب تو جدول برند اینا رو داریم و اینم سفارشات. درسته یه برند آیدی هم باید اینجا داشته باشم، من احتمالا تو اینجا ندارمش. احتمالا برند آیدی رو توی اوردر آیتم دارم. خب بذاری واسه چیزی دیگه بیارم. کاستومر رو دارم، استور دارم، امپلوی دارم. بذار امپلوی رو بیارم. امپلوی خب این لیست کارمندامه، درسته؟ حالا میخوام بگم که تمام سفارشیاتو بیارید که توسط کارمندی گرفته شده که اسم اول اسمش با ام شروع میشه، یعنی دو نفر. تمام سفارشات این دو نفر رو میخوام. خب خیلی ساده است، یه جوین بین این دوتا زده میشه. در هست میگم select star from order. یه جوین میزنم با چی؟ با employee. یه الیاس هم براش میذارم ام ای، اینم یه الیاس میذارم براش او. بچه تشابهشون چیه؟ او دات امپلوی آیدی برابر باشه با ای دات امپلوی. شرطمون چی بود؟ شرطمون این بود که ای دات فرست نیم با چی شروع بشه؟ با ام شروع بشه و بعدش دیگه مهم نیست چی باشه. بعدش مهم نیست، اولش باید با ام شروع بشه. خب اینو ببینیم با هم دیگه خروجشو. فقط این آوردم. خب بذارید select star star نه بذاری چند چیز بیارم. او داد مثلا اول اسم رو بیارم، ای داد first name که ببینیم درست انجام دادیم یا نه. او داد order date، او داد order total، همین رو بیاره فقط. خب نگاه کنید تمام سفارشاتی که مال این دو نفر بود و آورد برامون. خب این از این. شما میتونید اینجا از ساب کوئری استفاده کنید، یعنی میتونید یه همچین کاری بکنید. به جای اینکه جوین بزنید بیاید بگید که select star یا نه star نه select first name from employee where همین اینو نمیخواد. بیایید به جای اینکه با کل employee join بزنید بیاید با این join بزنید. من اینو برمیدارم به جاش اینو میارم، میام با این join بزن. یه الیاس هم باید باش بذارید. یه اس بعد برای ساب کوئریتون همیشه بذارید. ساب کوئری نیاز به اس داره چون به خودی خودش هیچ اسمی نداره. پس من گفتم بره جوین بزنه با ساب کوئری. خب آنش هم بنویسیم، آن
او داد بدی مساوی ای داد. خب چیزم نیوردم از اینجا، امپلای دارم باید بیارم. علاشت همون جوابمون میده. تمام سفارشاتی که با اون دوتا شروع میشه. حالا یه سوالی، اگه من اینو بنویسم موقعی که دارید از ساب کوئری استفاده میکنید به جای جوین، بعد حواستون به یه چیزی باشه. من اینو دوباره برمیگردونم، اینو نگهدارم بردارم. خب دوباره میام با همون امپلوی جوین میزنم. یه نکته رو بهتون بگم که حواستون باشه. خروجی این چند تا ردیفه؟ 56000 ردیف. این هم همون 56000 ردیفه، درسته؟ خب اما اگه رو بکنم left join چی؟ آیا خروجی هاشون با هم یکسان خواهد بود؟ اینو ببینیم. 126000 تا ردیف شد این بالاییه، پایینیه 56000 تا. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه تو بالاییه بچه ها left join زدم، میاد کل سفارشات رو میاره، چون جدول سمت چپم اوردر دیگه، کل سفارشات اوردر رو میاره، بعد اونایی که تو این ساب کوئری هست رو مقدارش رو جلوش میذاره. نیا کنید همچین اتفاق افتاده. من ران کنم برای همین تدش بیشتره. نیا کنید اینا ناله، میبینید اینا سفارشاتی هستن که تو این ساب کوئری نیستند، اما چون left join زدم اومده. اون سفارشاتی که تو سمت راستی باشه اسمشو میذاره. پس اینو حواستون باشه، اگه left join دارید میزنید لزوماً این دوتا یکسان نخواهند بود. چرا این اتفاق میفته؟ چون من تو بالایی شرطم رو داخل ساب کوئری گذاشتم، اما تو پایینی شرطم رو در آخر داستان گذاشتم. یعنی میاد رو کل این فیلتر اعمال میکنه، اما این فقط فیلتر رو داره روی ساب کوئری اعمال میکنه. خب بریم سراغ یه مثال جذاب دیگه. همین مثال رو در نظر بگیرید که من زدم، خب و اینو دیگه همون جوین عادی بذارم. بذارید میخوام کنار هر اسمی خب توتال اوردرشو بذارم. پس اینجا میگم گروپ بای چیا چا ای داد فرست نیم. خب میگه اینا رو دیگه نمیتونی داشته باشی اینجا. راست میگه. خب اینو برمیدارم، اینم سامش رو میذارم. این میشه مجموع فروش هر کدوم از این آدم ها، درسته؟ یه اسم ازش بذاری براش، توتال اوردر. حالا اینو میخوام من به یه شکل دیگه بزنم. من اینو پاک کنم. میخوام اینو بنویسم. سلیکت لحظه زودید سلیکت ای دات فرست name from in where in. خب این که چیز خاصی نیست، کل اینو میاره. اوکی حالا اینجا میخوام توی select هم ساب کوئری استفاده کنم. شما اجازه این کار رو دارید بچه. خب اینجا میام چیکار میکنم؟ اینو میارم اینجا ساب کوئری ما، فقط این از او رو میارم بیرون میذارم. خب
اجسامه. اوکی یه سلکت هم بازم دارم اولش. سلکت سام این فرام این از او. خب اینو دیگه نمیخواد. این چی به ما میده؟ این عدد ها بچه ها مجموع فروش این دو نفر نیست، کل فروش همه یه کارمند هست. میخوام اینو تبدیلش کنم به فروش همون کارمند. چجوری این کارو بکنم؟ الان دارم از ساب کوئری بچه تو خود سلکت استفاده میکنم. میام چیکار میکنم؟ میام اصطلاحا اینجا یه چیزی اضافه میکنم. بذارید اینو این شکلی بنویسم که یه خالاتر باشه. سلکت فرام میام اینجا یه ور میذارم، میگم به شرطی که به شرطی که یه لحظه ایزه بدید من یه چیزی باید اضافه کنم اینجا. اینجا باید یه ایداد امپلوی نامبر باید اضافه کنم، امپلوی آیدی. خب به شرطی که توی جدول اردرمون اسمشو گذاشتم او داد، دقیقا همین شرطه. بذارید دیگه بس چرا داری ایراد میگیره؟ آها فهمیدم. از او او میذارم اسم اینو، اینو میکنم او او. ای هم که اینه. میخوام یه چیزی از جذاب بتونم یاد بدم اگه بتونم درش بیارم. خب سام اینو مشخص کنیم. به چی داره گیر میده؟ سینتکس نزدیک سلکت مشکل دارد. کجاست مشکل دارد؟ لحساب کنید. لیول 50 است. یه پرانتز میگه جا انداختی کجا؟ یه لحساب کنید بچه ها. ببینم چی جا افتاده. آها یه ویلگول جا افتاده. اوکی از مواقع اینقدر موضوع ساده است نکنیم مجموع فروشش، برای اینکه بدونیم داره درست کار میکنه بالای رم اجرا کنیم. این عدد یکیه میبینید. پس شما امکان استفاده از ساب کوئری به عنوان ستون رو داخل یک کوئری دارید. اصطلاحا بچه ها به این میدونید چی میگن؟ به این میگن correlated query، ساب کوئری. به میگن correlated sub query. چرا؟ چون این وابسته است به یه تیبل بیرونی، نمیتونید مستقلن اینو اجراش کنید. الان اجرا کنم خطا میده. راجع به correlated sub query جلسه بعدی بیام صحبت میکنیم. خب بریم بیام ادامه صحبت این correlated رو جلسه بعدی رو همین مثال با تو میگم. دو سه تا نکته داره که به نظرم توی جلسه جدا گفته بشه بد نیست. فعلا خدافظ.